بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روز گذشته یک کشتی دیگر در دریای سرخ توسط گروه انصارالله مورد حمله قرار گرفت. در همین راستا مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی تجاری در خلیج عدن منجر به تلفات جانی شد و خدمه را مجبور به ترک کشتی کرد. گفتنیست این اولی باری نیست که این گروه به دنبال جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه کشتی‌های تجاری را مورد حمله قرار می‌دهد. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید که کشورها باید استفاده از سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند. او این درخواست را در شبکه ایکس به مناسبت روز جهانی خلع سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن بیان کرده است. گوترش افزوده که خلع سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن نه تنها برای آینده صلح‌آمیز، بلکه به گفته او برای موجودیت همه انسان‌ها ضروری است. پیشنهاد قطعنامه به مناسبت روز جهانی خلع سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترش آن در 2021 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد و پس از تصویب آن در 2022 همه ساله در 5 مارس از آن تجلیل می شود. بر اساس گزارش اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، سال 2023 مرگبارترین سال برای پناهجویان در یک دهه گذشته بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه این اداره روز چهارشنبه 16 اسفند خبر داده که سال گذشته بیش از 8500 پناهجو در مسیرهای مختلف مهاجرت جانهایشان را از دست دادند که 20% افزایش را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. اداره بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که مسیرهای امن و منظم مهاجرت مسدود شدند، بنابراین صدها هزار نفر از مسیرهای خطرناک و نامنظم به مهاجرت می‌پردازند. مسیر مدیترانه مرگبارترین مسیر برای پناهجویان خوانده شده است. منابع محلی در استان هرات در غرب افغانستان میگویند که زمین لرزه‌های اخیر در این استان به 280 باب مکتب آسیب رسانده است. ریاست معارف هرات تحت کنترل طالبان گفته است که این مکتب‌ها در مرکز و شهرستان‌های این استان موقعیت دارند. به گفته مسئولان این ریاست، شماره از مکتب‌ها به گونه کامل تخریب شده و غیر قابل استفاده میباشند. گفتنی است که زمین لرزه‌های اخیر در استان هرات تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر شهروندان این استان وارد کرد. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هشدار داده جنگ کنونی در سودان که اصولاً شاهد بزرگترین بحران آوارگی در سطح بین‌المللی است، می‌تواند بزرگترین بحران گرسنگی در جهان را ایجاد کند. خبرگزاری شرق اوسط به نقل از برنامه جهانی غذا گزارش داده که در حال حاضر کمتر از 5% از سودانی ها می توانند یک وعده غذای کامل را برای خود فراهم کنند. مدیر برنامه جهانی غذا گفته که نبردها در سودان که هزاران کشته و 8 میلیون آواره بر جای گذاشته است، جان میلیون ها نفر را تهدید می کند و صلح و ثبات را در کل منطقه به خطر انداخته است. شیخ علی مجاهد، مسئول مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا از روند پیشرفت ساخت مسجد جامع و حسینیه فاطمیه خبر داد. این حسینیه در ضمن ساخت مجتمع خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 4 طبقه در حال ساخت است که شامل حوزه‌های علمی ویژه برادران و خواهران، کتابخانه الکترونیکی، شبکه ماهواره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یک مصلا می شود. به مناسبت روز جهانی زن، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی سگ صادق حسینی شیرازی پیامی صادر کرد. در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده،
جامعه جهانی هر سال در 8 ماه مارس روز جهانی زن را با حفظ منزلت، مقام، احترام و تکریم این شخصیت گرامی می‌دارد. نامگذاری این روز به روز جهانی زن تلاشی برای دراز کردن دست یاری و کمک به آن زنانی است که نیازمند کمک هستند، به ویژه آن دسته از زنانی که در مناطق دچار درگیری و جنگ زندگی می‌کنند.